یک سری رو شناسایی کنید، یک سری رو گرد مرگ روشون بریزید، یک سری رو بکشید و بعد هم بیایید و بخواید مردم رو اینجوری کنترل کنید. امروز آغاز پایان حکومت اسلامی بود. امروز ملت ایران نجاست به تو موسوی و کروبی و رفسنجانی و خاتمی و دار و دسته و اربابای شرق و غربتون کردن. درسته جمعیت به اندازه 22 خرداد پارسال نبود یا به اندازه روز عاشورا و قدس نبود، ولی این آغاز کار بازی تازه کبریت زده شد. ببینید تلویزیون و پرس و کانال یک و اندیشه با این و اون به مجردی که دیدن خاموش شد، رفتن سراغ فرش فروشی و نمیدونم طلا فروشی و سراغ نمیدونم حالا بود و این بریم پروژه سبز و نمیدونم لابیستای حکومت و جلوی فدرال بیلدینگ بیاده کنیم و آدرس 50 تا شهر تو دنیا رو بدیم که تمام مزدوران رو خریداری شده و کرایه ای ها رو داریم دور هم جمع میکنیم. جنبش ملت ایران الان به تنها چیزی که نیاز داره یک صدای زنده، یک شخصیت حقیقی حقوقیه که فرمان بده، پرچم تو دستش باشه و هدایت بکنه. تا روزی که اون آدم پیدا بشه من این کار رو میکنم در این تلویزیون، کما اینکه 11 ماه دارم میکنم و اعلام تا حالا سوخته بود رفته بود با این همه مرده خور و با این همه فاحشه سیاسی و با این همه قابریز سیاسی و با این همه خودفروخته و وطن فروش در رسانه های دیگه. حالا چی شده که اینقدر موسوی کروبی در برابر دیکتاتوری، دیکتاتوری که خودتون 30 سال ساختینش، آجر رو آجرش گذاشتید، خشلای دوتا آجرش گذاشتید، زبون رو بی جرأت شدید، اعلامیه میدید برای حفظ جان و مال مردم راه پیمایی پیش بینی شده برگزار نخواهد شد. حرامزاده شما نمیدونست 30 دونا به شما مجوز نمیدن؟ پس اون کفن چی شد؟ پس اون قسل شهادت چی شد؟ نشسته بودید دیشب دوتا بوزینه پوسته باشده اون میز، 4 نفرم خدا خداتون کرده بودن و جواب میدادید، هرچی هم میگفتید آخرش حفظ و صیانت اسلام و احترام به قانون اساسی و استمرار رژیم اسلامی گفت که اصلا اشتباه نکنید و ما باید برنده، ما اومدیم رژیم رو حفظش کنیم، تمیزش کنیم، بهتر بتونیم نگرش داریم. کاری که سازگارا میخواد، کاری که گنجی میخواد، مخمل باب میخواد، این طول سگایی که تو پاریس رفتن میخواد، لندن نشینا میخواد، کاری که الان شمس الدین و شهرام و ایکس و ایرک تو لس آنجلس دارن میکنن، نوریزاده داره میکنه، وایس آف امریکا داره میکنه، بی بی سی و رادیو فردا داره میکنه، صدا دارن، تصویر دارن، رو 3 ستلایت دارن. ما اگر روی یوتلسد تیری بودیم تو یه ماه گذشته یا تو یه ماه آینده رژیم رو کارش رو تمام میکنیم. حالا موسوی کروبی برای حفظ جان و مال مردم راه پیمایی پیشبینی شده برگزار نخواهد شد. عجبا، چه کسی به بهانه مبتذل حفظ جان و مال مردم اعتنا میکنه؟ مردم جانشون رو 30 سال شما حرومزاده ها گرفتید، مردم مرده های متحرکن، مردم 80%شون گرسنن، مردم داره حد که حرمت ازشون میشه، مردم ناموسشون مورد تجاوز قرار گرفته. مردم برای حفظ جان و مال و ناموس خودشون، مردم برای رودررویی با ستم دیکتاتوری، اعدام فرزندان و همسرانشون، مردم برای جلوگیری از شکنجه و تجاوز و چپاول بیشتر از این به پا خواستن، مردم برای بازپسگیری کشورشون از دست شما زنازاده ها، اصولگران و اصلاح طلبتون، بزرگ و کوچکتون، کلیت رژیمتون، مافیای اسلامیتون به پا خواستن، مردم برای جلوگیری از تجاوز بیشتر، شکنجه بیشتر، بدار کشیدن و تمام این مسائل به خیابان ها اومدن. این آغاز کاره. امروز کبریت زده شد.
مثل همون کبری دیگه داریوش قمایون با نام رشیدی مطلق با چاپ اون مقاله تو اطلاعات کرد. زمان طول کشید تا توانستن رژیم پهلوی رو با 200 میلیون دلار بودجه‌ای که در آمریکا داده شد به خمینی و تمام عمل عجله ها دورش رو گرفتند. شما میگویید برای دفاع از جان و مال مردم بی دفاع و مظلوم نمیایید به تظاهر. اما مردم برای حفظ جان و مال و ناموس خودشون از ستم دیکتاتوری، اعدام، شکنجه، تجاوز و چپاوله که به پا خواستن. مردم برای تو نکبت به خیامان نیمدن که، یا برای اون شیخ مفعول. مردم به ستوه اومدن از جنایات رفقا و همبازی ها و هم پیاله ای ها و هم سفره ای های تو. همان مردم بیدفاع و مظلوم که تو از آنها صحبت میکنی، آیا نقش موسوی و کروبی پدال ترمز و به عقب بردن جنبش و خیزش ملی مردمی جوانان ما نیست؟ یک سال دارم میگم هست. مردم ایران به خیابان آمدند، امروز، دیروز به خیابان ها اومدن و قصدشون این بود که در 22 خرداد 89 خاطره شهادت سهراب ها و نداها و هزاران نفر دیگر رو زنده کنند. و تنها این سنگر، تنها این رسانه بود که در طول هفته ها و ماه های گذشته مردم رو تشویق و ترغیب کرد که نگذارید گرده برده روی آنچه که 22 خرداد 88 اتفاق افتاد، موسوی و کروبی و این طول سگای لندن و پاریس و واشنگتن نشین و لس آنجلس نشین بریزد. مرگ بر موسوی. شما با چه روی؟ شما رو ندارید؟ شما بچه پر رویید. تو موسوی عبا و عمامه نداری، مکلایی. تو آخونده بدون عبا و عمامه هستی، اما تو هم پر روی. تو هم لای لنگا بچه آخوند پرورش پیدا کردی. تو با چه روی اعلام لغو گرد همایی رو میکنی؟ مگر مجوز راهنمایی اصلا صادر شده بود که اینها لغوش بکنند؟ حرامزاده، خیال میکنی با نفهم طرفی؟ چه چیزی رو میخواستن لغو بکنند؟ مجوزی مگه صادر شده بود که بخوان لغوش بکنند؟ پس گرفتن رأی مردم رو میخواستن لغو بکنند، عدم مشروعیت احمدی نژاد رو میخواستن لغو بکنند، آزادی تظاهرات صلح‌آمیز رو میخواستن لغو بکنند، یا حق حاکمیت مردم رو؟ مگه اینجا تلویزیون پارس یا شهرام همایونه؟ یا اندیشه است؟ این تلویزیون خواهان مرگ حکومت اسلامی از خامنه ایش تا موسویش، از رفسنجانیش تا احمدی نژادش، از متکیش تا اون حاجی بازاری پدرسگ مختلفه ایش، عسکر اولادیش، بزرگ و کوچکتون. حق آزادی بیان و اجتماعات و تظاهرات مگر مجوز میخواد؟ یا اصل 27 قانون اساسی پر از خونتون و رعایت حقوق شهروندی رو که خود شما بارها و اون شیخ مفعول سنگش رو به سینه میزدید مگه مجوز لازم داشت؟ شما رفتید و از حکومت تقاضای راهپیمایی کردید، از مردم تقاضا نکردید که حالا برن پس بگیرن و تو خونه هاشون بشینن، چون شما مجوز خواستید و ندادن. اونم ما نمیدونیم دادن یا ندادن، اصلا خلق کسی خبری نداد. شما کی هستید که به مردم گفتید ما برای صیانت اسلام و نمیدونم برای حفظ جان و مال شماها ما نمیایم، شما هم نیاین؟
اصلا در کدوم راه پیمایی شماها حضور مؤثر داشتید؟ تا دیروز میگفتید خود مردم رهبرند، ما دنبال رو هستیم، چی شده که حالا رهبر شدید و به مردم رهنمود میدید؟ موسوی